أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن في ظاهر أرواح العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أبد العابدين ودحر الداهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طولا. قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انقدر در زمان ظهور حضرت أمور مخلوية بطبع خواهد بود که واقعا اگر انسان یک مؤمن یک شخصی که متحری حقیقت درست کاره پیرامون اون زمان فکر کنه یک حسرت و یک آهی از ته دل میکشه و از ما درخواست شده که حسرت شوق به اون زمان پیدا کنیم، مثل اینکه از ما درخواست شده که شوق به بهشت پیدا کنیم که حضرت امیر در حدیث و حمام ظاهرن که لولا الاجال مثلا روحشون از ابدانشون در میمد شوقن الى الثواب و خوفن من العقاب. و این مسئله هست نسبت به حضرت صاحب العصر و زمان و عهد ظهور که یک شوقی انسان پیدا میکنه. مثلا از مسائلی که یاد شده در آیات و روایات ولقد کتبنا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خیلی عجیب، از زبور که کتاب دعا بوده بعد از یاد خدا نوشتیم و انگاشتیم که زمین به دست خوبان خواهد افتاد، که در روایت آمده اصحاب المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که در دعام هست و یملک فی دولتهم، خدای من را از افرادی قرار بده که در دولت حقی حضرات معصومین تملک جوید، قدرت امر و نهی داشته باشه، که اینقدر اعتماد بهش بکنند که صحبت ظاهر دیگه نیست، اونجا صحبت واقعیاته، که این در حقیقت ملک داشته باشه، امر و نهی داشته باشه، اصلاح کنه، یعنی در حقیقت ثواب دیگه، این روحیه خدمت رسانی و هدایت دیگران و یملک فی دولتهم که روایت زیاده در این زمینه. مثلا اینو ملاحظه بفرمایید، بله مفصله، احمد ابن محمد عن احمد ابن الحسن عن ابیه عن حسین ابن محمد ابن عبدالله ابن الحسن عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام في قول الله عز وجل ان الارض يرثها عبادي الصالحون قال هم اصحاب المهدی علیه السلام في آخر الزمان. این اصحاب صالح که زمین رو میگیرن دیگه به عدالت حکومت میکنن، چقدر قشنگه، یه پارتی بازی و دغل بازی و سیاست مآبان حرکت کردن و مصلحت اندیشی و کل اینا زدوده میشه، چه بسا الان افرادی باشن که واقعا هم خوب باشن، ولی خب اون رعیت خوب نیستن، اون مقداری که بتواند خوبیاشو بهشون نشون بده، لذا با تقیه باید باشون برخورد بکنه. این هم یه بحثیه دیگه. خب پس همه دشمنان سعی میکنن که یه حکومت آخرش دست اهلش نرسه، حکومت زمین آخرش هم خدا بعد از ذکر نوشته و
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. که به دست صاحباش میرسه. چشم همه دشمنان حق و حقیقت هم کور باد، چرا که این اراده خداست. بله. و نرید و دیگه قوی تر از این، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نری. چی داره؟ بعدش و نری یا کلمه هست. و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. هم اینا به حق میرسن، هم اونا سرنگون میشن و میبینن سرنگونی ستمکاران را. چیزی افتاده داره یا همون؟ بسن هم درست؟ فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. خب. ما کانوا یحذرون؟ مکان یحضر. خب. آیه دیگه هم داره، اینم عجیبه اگر ملاحظه بفرمایید. خدا در قرآن میفرماید در سوره حدید: اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. که ظاهرش همین احیاء سرسبز میشه زمین ها، کوههای اطراف مشهد هم تا بارون بیاد سرسبز میشه. کوهی که میری فکر میکنی صحرای لوطه، من تو بهار میرم گار شمال ایرانه. چی این بارون چی داشت؟ این زمین چی داشت؟ این که خاک بود. یحیی الارض بعد موتها. در روایات آمده یحییها بعدل القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد موتها به جور ائمه الظلم و الضلال. عدل احیا کننده است. کما اینکه اگر کسی ظلم کند باران کم بیاد، اگر کسی عدل کند باران به مقدار نیاز میاد. راجع فرمودی یحییها بعد موتها به عدل المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. یه حدیث دیگه هم هست موتها رو تفسیر میکنه، اینجا موتش موت رو تفسیر میکنه به جور عمت الظلم و الظلال. یک جا دیگه داره موتها کفر و اهلها، هم که کافر بشن این موت حساب میشه. یک حدیث دیگه داره موتها کفر اهلها والکفر اهلها والکافر میتون فیحیها الله بالقائم فیعدل فیها فتحیا الارض و یحیا اهلها بعد موته. این حیات، حیات معنوی صرف نیست، حیات آبادانی. شما بین این همه جنگ و خون ریزی و کشت و کشار و بیوه شدن و یتیم شدن و کل این مسائل و ستم هایی که شده در زمان حضرت نخواهد بود. یعنی همش در حال اعمار، اعمار میگن بازسازی، حالا بازسازی نیست، ساخت، ساخت و ساز و پیشرفت و حالا اونجوری که متناسب با معنویات باشه. ما عرض کردیم وقتی که حضرت حجت نمیخواد بیاد به هر کدوم از ماها یک زندگی لاکچری بده و یک هواپیمای اختصاصی بده و یک ویلای لب دریا بده، این نیست، این که دنیاست. حضرت حجت نمیخواد ما رو دنیا پرست بکنه. یادتون باشه وقت عرض کردیم حضرت حجت میخواد ما رو خود ساخته کنه، میخواد ما رو بسازه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یسیر بسیرت جده رسول الله و جده امیر المؤمنین و اجداده الطاهر. اینجور نیست که دنیا رو برای ما درست کنه به این معنا که دنیامونو درست میکنه، اون دنیایی که تو ذهنای ما هست، نه. یعطف الهوا علی الهدى کما عطف الهدى علی الهوا. در حقیقت گرایش ها، در حقیقت گرایش های نفسانی ما را همسو با هدایت ها میکنه. دیگه انسان اون وقت دیگه رنگ و رنگ بودن براش خیلی ارزش نداره، واقعا همین که کار بکنه. شکل دیگه براش مهم نیست، مظهر، جوهر براش مهمه. مهم نیست این آقا پولدار باشه یا نباشه، مهم این که دین و اخلاقش چجوری باشه. بینش ها رو عوض میکنه و در حقیقت اون انقلاب حقیقی حضرت اینه که بینش ها عوض میشه.
و این نشستن فرمایشات انبیاس بر کرسی. یعنی اگر رسول الله حکومت میکرد از اون زمان تا الان رسول الله مثلا قصور درست میکرد؟ نه، او خاک میشستن. امیرالمؤمنین ابا تراب بود، حضرت زهرا هم مدرعی میپوشیدن که مرقعه بود، روحی لها الفدا. المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می آید و همین کار انجام میده. لذا عده‌ای که دنیا پرست هوا پرستن میگن عد من حیث اتیت. آقا ما دنیای خودمون داریم، پارلمان خودمون داریم، کارهای خودمون رو داریم. اما اصحاب بینش صحیح یا حق جویان واقعا منتظر لحظه شماری میکنن برای این مسئله، چون که ما یحتاج انسان رو میده بهش، نمیخواد ما یحتاج بهش نده. ولی لاکچری نیست دیگه، عدل مهدویه. انسان دوست خواهد داشت اون رو، چون که این عدالت همگانی میشه، ظلم و ستیز از بین میبره. واقعا محبت حضرت مهدی در دلها ریشه میدونه. حالا شوقی که میشه وقتی انسان این روایات رو میخونه و این کارهای حضرت رو میشنوه از منبر یا میخونه در کتب و از منبری ها، این شوق احیانا انسان رو میرسونه به یک نقطه، میگه آقا ما که اومدیم و رفتیم و حضرت مهدی رو ندیدیم، عدلش رو نچشیدیم، در زمان ظهورش هم نبودیم. ترجمه فرمایید؟ کل ذلک. حالا چه کنیم چه نکنیم؟ اینجاست که یک روایاتی میاد و واقعا نوید بخش و امید بخشه و میگه آقا شما کار خودتو بکن، چه در زمان غیبت چه در زمان ظهور نگران نباش، شما خواهی دید اون زمان رو. یه روایتی از رسول الله به جناب سلمان، خیلی روایت قشنگی، نمیدونم حالا رفقا دیدن یا ندیدن این روایت رو، که واقعا به انسان امید میدهد و میذاره انسان همیشه و دائم یک جوری زندگی کنه انگار داره زندگی میکنه در زمان حکومت عدل مهدوی. نه به دنیا اهمیت میده و نه به زرق و ورق اهمیت میده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما یه توسلی خدا اگر تو ذهنتون بشه بعدش داشته باشیم به ساحت قدس صاحب العصر و زمان. ارواحنا فدا. بله که آقا ما که اومدیم پیرامون مردن، جوانامون پیر شدن، بچه هامون بزرگ شدن، اجدادمون رفتن، ما میریم نشد ببینیم. خب شما کار خودتو بکن، شما خود بالامر الاول، همونی که عرض کردیم، سعی کن زندگیت وفق روایات، وفق آیات، وفق عقل باشه. نگران نباش، انک کمن هو فی فسطاط الحجه، یا کمن قتل بین یدی رسول الله. رسول الله داره میبینه انگار در بین دو دست رسول الله شهید شدی و کشته شدی در راه دفاع از دین. چرا نگران نباش؟ این نگران نباشی که روز قیامت بهت ثواب میدن؟ نه، هم اینجا آتاهم، یک آتاهم العقول والافهام ما اصبحت الغیبه عندهم بمنزله المشاهده، اون حدیث ابو خالد کابولی جناب کنکر. دو، خدمت شما عرض شد به این که یک مسئله در روایات ذکر شده که مطلع هم هستیم ولی یقینیه، یک وعده های هست یقینیه که فهم قضا علی الموت الذي یا حکم علی الموت حکمت علی بالموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضیا فاخرجني من قبري شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. این معنی سرخمن نیست ها، حقایقه، این رجعت حقایقه. این رجعت امیدها میدهد به انسان، که وقتی هم صحبت کردیم نه در این دوره، در دوره های سابق، که خدا میفرماید
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتفسير شده، نمیگم تأويل، میگم تفسير شده به رجعت. چونکه في الحياة الدنيا چی میشه؟ خدا خداست در دنیا و آخرت. این جمله رو من بارها گفتم، عرض کردم خدمت رفقا. اینجوری نیست که خدا خداوندی خودش فقط در آخرت نشون میده، در دنیا الان نشون میده، در زمان حضرت حجت نشون میده، در آخرت هم نشون. خدا همیشه خداست. قبل الخلق الله الله و بعد الخلق الله رب قادر و حينما يفنى الخلق الله قادر و رب. ذره ای از کبریاش کم نمیشه. یمهل ولا یهمل. یمهل هم نه خیلی ها، که دیگه مؤمنین ناامید بشن بیچون، نه نشون میده هر مدت و مدت قدرت نمایی میکنه به جوری که همه ببینن. حالا این روایت اینه، نگران نباشید، چرا که حضرت و بودن باهاش از شما دور نیست. حدیث جناب سلمان مفصله، در دلائل الامامه است. حضرت رسول جناب سلمان می فرمان که قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی لم یبعث نبیا ولا رسولا الا جعل له 12 نقیبا. خدا نفرستاد پیامبری را مگر 12 نقیب برای او قرار داد. نقیب یعنی چی؟ خب این ترجمه است از نقبه. نقبه یعنی متبحر شد، تنقیب یعنی کنکاش کردن، نقیب یعنی اون علوم نهفته رو هویدا کردن. شاید نمیدونم، حالا باید دقت کنیم. 12 نقیب این خود یه بحثیه. فقلت یا رسول الله لقد عرفت هذا من اهل الكتابين. من اینو از اهل کتاب فهمیدم، میدونم تو کتب آسمانی هم هست. ثم قال يا سلمان انك مدركه ومن كان مثلك ومن تولاه بحقيقه المعرفه. ای سلمان، تو مدرک زمان قائم آل محمد هستی و هر کس که مثل تو باشد که معرفت داشته باشه به حقیقت معرفت. میگه سلمان فشکرت الله کثیرا. بعد عرض کردم یا رسول، من تو اون وقت زنده میمونم و انی معجل الی عهده، اجل من تو اون وقت قد میکشه. قال یا سلمان اقرا، بخون این آیه رو. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار و کان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم و امددناكم باموال و بنین و جعلناكم اكثر نفیرا. سلمان وقتی زمانش میرسه، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، بعث میشوند. این بعثنا نه اینکه فرستادیم، مبعوث میشوند. این قیامت صغراست. فجاسو خلال دیار، آمدن هم با قدرت و با ابهت قدم زنان در بین شهرها. فجاسو خلال دیار، اینجور نیست که تو اطراف شهر، چی میگن خارج شهر رو؟ بیرون شهر، حومه، غیر از حومه یک چیز دیگه، بله فارسی، فارسی که جمله دارم، زاغ نشینی، زاغ نشین نیستن. فجاسو خلال دیار، میان قشنگ تو شهرام رژم میرن. بله و کان وعدن مفعول، یک چیزی که خدا میخواد بشه 100%. این بدا بردار نیست جناب آقای جوادی، توجه کن این عبارت رو، بحث بدا داریم کار میکنیم. و کان وعدن مفعولا، این دیگه بدا بردار نیست. کان وعدن تموم شد، مفعولا، وعده ای بود که انجام شده بود.
یعنی چی؟ ایزی بدا نداره. کان وعده مفعولا. قال سلمان فشتد بکایی و شد. یه اشکام سرازیر شد و ثم قلت یا رسول الله ابی عهد من؟ شما دیگه داریم به ما قول بدی. قال ای والله الذي ارسل محمدا بالحق، خدایی که محمد رو به حق فرستاد. منی، این وعدم از منه، و من علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعه و کل من هو منا و معنا و مضام فینا. ای والله یا سلمان وليحضرن ابلیس و جنوده. ابلیس هم میان، جندش هم میان، و هر کس که محض ایمان بود و محض کفر بود، همه میان، همه میان. حتی یؤخذ بالقصاص والاوتار، از دشمنان قصاص گرفته میشه. ولا یظلم ربک احدا، خدا هیچ کس رو ظالم نمی کنه. و تأویل این آیه هم ظاهر میشه. ای سلمان و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمكن لهم فی الارض، انما كان لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما مثله منهم ما كانوا يحذرون. بعد سلمان میگه فقمت من بین یدی رسول الله، ایستادم، پا شدم. و ما یبالی سلمان متى لقی الموت او الموت لقیه، از خدمت رسول الله پاشدم، در حالی که دیگه مهم نبود برام که چه مرگ سراغم بیاد چه من سراغ مرگ بیاد. چرا؟ چون که منتهى المقصود که یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و تقر عینه غدا برؤیتکم. این منتها مقصود کل مؤمنین یا منتها مقصود کل مؤمنین رو حائز شدن و حاصل نمودن، محصل شد. برای پس مؤمنین به سطوح نیان، کارشون رو بکنن، دعای فرج رو بکنن، دعای مضطر هم بکنن، اومدیم و نشد چی میشه؟ هستی تو، نگران نباش. فجاس و خلال دیار علا جات احداهن تمشی علا استحیائنم نیست، با خجالت هم نیست. فجاس و خلال دیار، با قدرت، با آرامش و با ابهت وارد میدان خواهی شد. ببینیم چقدر ما فرصت داریم. حالا یه فکری بکنیم، فرصت‌های زمان غیبت بیشتر یا زمان خوب؟ شاید فرصت‌های زمان غیبت از یک جهاتی، چون که خود ایمان سخت‌تره، اگه انسان ایمان بیاره بیشتر میشه از زمان خوب. اما اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وحبه المستشهدين بين يديه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.